سلام دوستان، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که برای داشتن پوستی زیبا و جذاب بهتره اون رو با آب سرد بشوریم یا آب گرم. اگر شما به استفاده از آب گرم و داغ مبادرت می‌ورزید به پوستتون آسیب وارد خواهید کرد. شما باید از آب سرد استفاده کنید. تمام خانم هایی که شما به پوستشان حسودی می کنید به احتمال زیاد در کنار تمام مراقبت های زیباییشان از آب سرد استفاده می کنند. برای شستن صورت، مورد 1، با آب گرم شروع کنید. زمانی که می خواهید پوست خود را تمیز کنید، خیلی مهم است که از آب گرم استفاده کنید. این کار منافذ پوست را باز می کند. این چنین می شود که می توانید پوستتان را از باکتری ها، آلودگی ها و چربی اضافی و سلول های مرده تمیز کنید. همچنین آب گرم از هر گونه التهابی جلوگیری می کند. مرحله دوم، با آب سرد شوک وارد کنید. پس از اینکه صورتتان را شستید، باید صورت خود را با آب خیلی سرد آبکشی کنید. حرارت سرد باعث می شود منافذ پوستتان بسته شود. منافذ بسته از ایجاد هر گونه آلودگی و باکتری و سلول‌های مرده و نهایتاً از به وجود آمدن جوش‌ها جلوگیری می کند. همچنین منافذ بسته باعث می شوند تا سطح پوستتان برای استعمال فوندانسیون و دیگر مواد آرایشی هموارتر باشد. مورد 3، پیگیری. بعد از اینکه با آب سرد به منافذ پوستتان شوک وارد کردید، حالا باید همانند مرطوب کننده به پوستتان تونر هم بمالید. نگه داشتن این محصولات در دمای خنک نیز به بهتر شدن ظاهر پوستتان کمک می‌کند. و اما آب سرد چه فوایدی برای مراقبت از پوست دارد؟ مورد اول، پیشگیری از خشک شدن پوست. زمانی که با آب داغ دوش میگیرید، شاید متوجه این شده باشید که پوست شما خشک، پوست و تحریک میشود. آب داغ عملا به جای اینکه به رطوبت پوستتان بیفزاید، آن را از بین میبرد. استفاده از آب سرد به شما کمک خواهد کرد تا رطوبت پوستتان را حفظ کنید. مورد دوم، بستن منافذ پوست. ممکن است فکر کنید که فقط باید به فکر منافذ پوست صورتتان باشید، در حالی که این درست نیست. منافذ پوست بدن نیز احتیاج به مراقبت دارند. پس از شستشو، وارد کردن شوک به پوست بدن با استفاده از آب سرد باعث خواهد شد تا منافذ پوست بدنتان نیز بسته شده و ظاهری سرحال و پوستی صاف به دست بیاورید. مورد 3، گردش خون. زمانی که از آب داغ یا گرم استفاده می‌کنید، جریان خون در پوست شما افزایش می‌یابد. اما زمانی که از آب سرد استفاده می‌کنید، جریان خون در اندام شما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر هنگامی که دوش می‌گیرید، آب گرم را سرد کنید، به گردش خون در بدنتان کمک خواهید کرد. خون به جریان افتاده و در بدنتان می‌چرخد. مورد 4، جلوگیری از سیاهی و پف زیر چشم. آب سرد به منقبض شدن رگ‌های خونی شما کمک خواهد کرد. این کار باعث کاهش ورم و سیاهی زیر چشم خواهد شد. شما جوانتر و شادابتر به نظر خواهید رسید. و اما مورد آخر، کاهش چین و چروک. وقتی پوست شما خشک و پوسته شود، شما بیشتر مستعد خطوط و چین و چروک خواهید شد. از آنجایی که آب داغ و گرم باعث خشکی پوست می شود، ممکن است متوجه شوید که چین و چروک های پوستتان هم بیشتر شده است. با استفاده از آب سرد قادر خواهید شد تا علائم پیری را کاهش داده و پوستتان را جوانتر و سرحالتر نگه دارید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید، با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.